مراسم بخاک سپاری گوینده خبری که دو روز می شود خودش سرخط خبر رسانه ها شده است. مینا خیری گرداننده شبکه های آریانا و آریانا نیوز و مادرش بر روز پنجشنبه زمانی که از بازار به سوی خانه می رفتند در انفجار بر یک موتر تونس شهری در منطقه پل سوخته با شماری از غیر نظامیان جان باختند. مینا خیری 23 ساله فارغ التحصیل دانشکده اقتصاد بود. نه از نگاه دیسای اسلامیت جرمه، نه از هیچ نگاه انسان هیچ کار هیچ وقتی کار را میکنه. مثل ما واری نمیده هزاران فامیل دیگر را به خاک خون کشندن. متاسف هستیم، متاثر هستیم. متاسف بودن و متاثر بودن ما به مفهوم ندادن ادامه ایرانی است. ما ایران را به قوت ادامه میتیم. در رادیو آریانا محل اصلی کار پنج ساله مینا خیری نیست سکوت برپاست و آل و هوای همکارانش برهم خورده است. هر چقدر بگویم بازم کم هست، از خوبی هایش، از کوششش، از تلاشش، از پشت کارش که در کارها داشت و همیشه در صدد ازی بود که چیزهای خیلی بزرگی را به دست بیاره. محمد آشم از بام تا شام در مسیرهای غرب کابل با رانندگی میکوشد از اینه های زندگی خانواده اش را تامین کند، اما انفجارهای اخیر بر موترهای شهری او را به فکر کردن دوباره درباره این کار واداشتند. امیر یک تدابیر امنیتی امیر بدر معاهده میگرد از دولت خواهش داریم که نمیره دیگه امی جلا ور چیزه بگیرین. دولت دارای ما شما سر قدرت هستن، خلیکن توجه در سر مردم نمیکنم. من نمیفهم چرا مسئولیت انفجارهای اخیر را بر دو موتر کاستر و دو موتر تونس تا کنون هیچ گروهی نپذیرفته است. غرب کابل از بخش‌های با تهدید بلند امنیتی است. هرچند پس از حمله بر دانش آموزان مکتب سید الشهدا، رئیس جمهور غنی بر آماده سازی یک طرح امنیتی بر این بخش تاکید کرد، اما از سرنوشت این طرح تا کنون خبری نیست. در موترهای شهری غرب کابل معمولاً آن شمار غیر نظامیانی که از نادرترین افراد جامعه هستند روزانه از یک مسیر به دیگر مسیر می روند. اما بیشتر این غیر نظامیان با توجه به هدف قرار گرفتن موترهای اخیر در این مسیر نگران زندگیشان هستند. خالد نیکزاد، طلوع نیوز، کابل.